ارتش آزادی بخش ملی ایران شماره 15، عراق، لبنان، تحریم، کانونهای شورشی، قیام و ارتش آزادی، لرزه های سرنگونی پیش روی حاکمیت آخوندی. یک سال پیش در همین ایام گفته بودیم با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضد بشر را 3 دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می شویم. هرچند طول بکشد و هرچند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است. سیل تحریم ها بیت العنکبوت ولایت را احاطه کرده و به حلقه نزدیکان و سرکردگان ولی فقیه ارتجاع رسیده است. آنها دست و پا می زنند و ناگزیر باید صورت خود را با سیلی سرخ کنند. مجتبی خامنه‌ای وزیر دربار خلیفه، ابراهیم رئیسی سرجلاد قتل عام 67 و سردشخیم قضایی رژیم، محمدی گلپایگانی رئیس بساط دفتر، پاسدار حقانیان معاون اجرایی بیت العنکبوت، ولایتی مشاور عالی، حداد عادل مشاور عالی و رئیس قبلی مجلس ارتجاء، پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پاسدار غلامعلی رشید معاون عملیات، پاسدار دهقان مشاور دفاعی و رئیس صنایع نظامی و ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ولایت فقیه. با جوشش خون شهیدان به پشتوانه قیام خلق و کانونهای شعله‌ور شورش و انقلاب، اکنون میتوان لرزه‌های سرنگونی را در داخل و خارج از مرزهای ایران به عیان دید. همزمان طوفان انقلاب دموکراتیک عمق استراتژیک رژیم ولایت فقیه را در عراق و لبنان در می نوردد. لا ایران، لا بیروت، لا ایران، لا بیروت، فولا
اخراج و پایان رژیم در عراق در حکم پایان ولایت فقیه است. موتور ژئوپلیتیک روشن شده و آتش فشان قیام با خمینی و خامنه‌ای و رژیم آخوندی و سرکردگان و دست نشاندگانش سر سازگاری ندارد. تسلق أحد المتظاهرين على أسوار القنصلية الإيرانية والشباب تهتف علي وياك علي. موضوع چیست؟ دشمن واحد، جبهه واحد و مبارزه واحد و مشترک از ایران تا عراق و یمن و سوریه و لبنان. مسئله این است. مقاومت ایران سالهای سال بر این حقیقت که فاشیسم دینی حاکم بر ایران دشمن و تضاد اصلی خلقهای این منطقه از جهان است پای فشرده. گوش کنید. 10 سال پیش من هشدار دادم که خطر دخالت آخوندها در عراق 100 بار بیشتر از خطر اتمی ملاهاست و الان داریم میبینیم که چگونه پیشروی اونها از 10 سال پیش در عراق الان داره یکی یکی کشورهای دیگر منطقه رو در بر میگیره. به عراق مصیبت زده نگاه کنید. از 33 سال پیش خمینی با شعار فتح قدس از طریق کربلا در صدد اشغال این کشور بود و حالا بعد از خروج قوای آمریکا اشغال عراق توسط آخوندها به طور کامل تکمیل شده. در واقع الان باید گفت که الان عراق تحت اشغال حکومت ملا هست با یک دولت دست نشانده خامنه‌ای و نهادهای امنیتی که تحت کنترل نیروی تروریستی قدس به طور تمام عیار کار میکنند. به لبنان نگاه کنید که چگونه آخوندها سرنوشت اون رو از طریق حزب الشیطان به گروگان گرفته و آتش جنگ رو
به درون این کشور هم کشیدند. ما بارها گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که این رژیم بمب اتمی رو قبل از هر چیز برای اعمال سلطه و هژمونی خودش بر کشورهای عربی و اسلامی میخواهد. بقیهش بهانه است. حالا در بحبوحه جنگ سوریه آخوندهای حاکم بر تهران به صراحت میگویند که سوریه استان 35 ماست. شما میدونید که ایران 31 استان داره. حالا ملاها چگونه حساب کردند که سوریه شده استان 35؟ لابد استانهای 32, 33 و 34 اونها عبارت است از عراق، لبنان و فلسطین. اونها به درستی میگویند چنانچه سوریه را از دست بدهیم تهران را نمیتوانیم نگه داریم. اینها اعتراف صریح سران رسمی رژیم ملاها است. پس تمام دعوا بر سر تهران است که آخوندها اون رو در قبال مقاومت و قیام مردم ایران به شدت در خطر و آسیب پذیر میبینند. انقلاب سوریه نقش و ماهیت شیطانی و جنایتکارانه به اصطلاح حزب الله رو برملا کرده و شما میدونید که سرمایه گذاری 30 ساله رژیم ملاها بوده، یعنی تشکیل این حزب شیطان. حالا اکثریت عظیم عرب مانند مردم ایران به حزب شیطان به مثابه یک باند جنایتکار که زائده سپاه پاسداران است و برای حفظ منافع رژیم آخوندی تلاش می کند و حاضر است دست به هر جنایتی بزند نگاه می کند. بله، حقیقت اساسی این است که این رژیم دشمن مشترک تمام بشریت به ویژه تمام خلقهای منطقه است و به همین دلیل وظیفه مبرم همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه این است که در برابر این جنگ ضد بشری و در برابر این نظام ولایت سفیانی که نظامی است ضد بشر بایستند. امروز رژیم ضد انسانی و ضد اسلامی حاکم بر ایران یک جنگ اعلام شده علیه مردم سوریه و عراق و لبنان به راه انداخته است. این ادامه جنگ این رژیم علیه مردم ایران است که خواهان سرنگونی رژیم ولایت فقیه هستند. قیام مردم عراق علیه اشغال پنهان کشورشان توسط رژیم آخوندی و دولت دستشان داشت در عراق میبایست مورد حمایت قرار گیرد تا از ادامه سرکوب و کشتار در عراق و بالا گرفتن یک جنگ فرقی که خواست رژیم ایران است جلوگیری شود. رژیم ایران و دخالتش در سوریه و عراق و لبنان هیچ ربطی به اسلام و مسلمانان شیعه ندارد. خامنه‌ای جنایتکاری است که با به راه انداختن جنگ مذهبی در صدد حفظ سلطه شوم خود می باشد. شیعیانی که به دست این رژیم در ایران و عراق به شهادت می رسند از برادران و خواهران اهل تسنن ما که توسط این رژیم به شهادت رسیدند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. ما همه دولت‌ها و ملت‌های منطقه را به تشکیل یک جبهه واحد برای مقابله و در هم شکستن جبهه تطرف و بنیادگرایی به سرکردگی رژیم ایران و دولت دست نشان دشت در عراق و همچنین رژیم سوریه فرا می‌خوانیم. این تنها راه دور کردن منطقه از یک جنگ فرقه‌ای خونبار است.